گرگ و گوسفند، نوشته صمد بهرنگی. روزی از روزها گوسفند سیاهی بود. روزی گوسفند همونطوری که سرش به زیر بود و داشت برای خودش میچرید، یک دفعه سرش را بلند کرد و دید ای دل غافل، از چوپان و گله خبری نیست و گرگ گرسنه‌ای می آید به طرف او. چشمهای گرگ دو کاسه خون بود. گوسفند گفت سلام علیکم. گرگ دندانهایش را به هم سایید و گفت سلام و زهرمار، تو اینجا چه کار می کنی؟ مگر نمی دانی این کوه‌ها ارث بابای من است؟ الان تو را می خورد. گوسفند دید بد جوری گیر کرده و باید کلکی جور کند و در برود. از این رو گفت راستی من باور نمی کنم این کوه ها مال پدر تو باشد. آخر می دانی من خیلی دیر باورم. اگر راست می گویی برویم سر اجاق، آنجا زیارتگاه. تو دست به قبر بزن و قسم بخور تا من باور کنم. البته آن موقع می توانی مرا هم بخوری. گرگ پیش خود گفت عجب گوسفند احمقی گیرم افتادا. می روم قسم می خورم. بعد هم تکه پارش می کنم و می خورم. دوتایی آمدند و آمدند تا رسیدند زیر درختی که سگ گله در آنجا افتاده بود و خوابیده بود و خواب هفت تا پادشاه را می دید. گوسفند به گرگ گفت اجاق اینجاست. حالا می توانی قسم بخوری. گرگ تا دستش را به درخت زد که قسم بخورد، سگ از خواب پرید و گلوی او را گرفت. خب دوستانی، بود یک داستان کوتاه از صمد بهرنگی به اسم گرگ و گوسفند. داستانهایی که توی مجموعه بودن همشون یک قالب بسیار ساده و شاید تا حدودی کودکانه دارد. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید. حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدئوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم هست حتما توی کامنت ها لطف کنید و برامون بنویسید. بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.